سلام دوستای عزیز، سال نوتان مبارک. امیدوار هستم یک سال خوب و خوش و پربرکت و پیشرویی داشته باشین. دیگه بازم خوش آمدین به چینل زیتون کیچن. امروز میخوایم برتان یک لوبیا چلو آماده کنم. از نیم پیاله کمتر روغن به دیگ میندازیم، میمانیم که یک کمک گرم شوه. بعدن بالای زی پیاز اضافه میکنیم که یک دانه پیاز بزرگ میده ریزه کردم. هرچقدر خرد و کوچکتر میده کنین همه قدر زودتر پیاز آل میشه. وقتی که پیازتان یک کمک گلابی شد، بانجان رومی را اضافه میکنین. ما ساس بادنجان رومی را خودم در خانه آماده کردیم، او را بالایش اضافه میکنم. یا شما میتونین که از بادنجان رومی تازه یا رب بانجان رومی هم استفاده کنین. خب با هم میکس میکنیم و میمانیم که این سر روغن بیایه و لعاب شوه. یک کمک آبم اضافه میکنیم و سرپوش دیگه میمانیم که خوب امی پیاز و بانجان رومی آل شوه. آل پیاز و بانجان رومی تقریبا خوب آل شده، لعاب شده. آل وقتش است که بالایش لوبیا را اضافه کنیم. من لوبیا را قبلا بخار دادم به دیگ بخار. حالا از این میکشم و بالای از این لعاب اضافه میکنم. چون ما زیادتر لوبیا را بخار دادیم، کمش به دیگ استفاده میکنم و یک ذره دیگه شا فریز میکنم و میمانم به دفعه بعدی که اگر بخوایم قرمه لوبیا جور کنم یا اگر به کدام غذای دیگه اضافه کنم تیار آماده میباشم. یکمکی از آب لوبیا هم بالایش اضافه میکنم، چون تمام ویتامینش در آبش هم هست. خواستم که او هم ضایع نشه و در دیگ استفاده کنم. یک قاشق چایخوری نمک اضافه میکنیم، یک قاشق چایخوری پاپریکا و هم مرچ تند سرخ است که به قدر ذرت خودم اضافه کنیم. اینا را خوب با هم میکس میکنیم و آل لوبیای ما تقریبا آماده است. در آخر سیرش هم اضافه می کنیم و یک دانه مرچه هم مرچ تند است که ریزه کرده انداختیم. اگر شما زیادتر تند خوش دارین می تونین مرچش زیاد بردین. خوبی کاملا آماده است و سرش می مانیم و آل می ریم که چلو خود آماده کنیم. خب ما دیگ آب انداختیم و یک دو قاشق نمک هم مندازیم. هر وقت که آب جوش آمد باز برنج بالاش اضافه می کنیم و میمانیم که برنج خوب جوش کنه و تقریبا 70% که برنج ما نرم شد برنج صاف می کنیم. برنج در داخل چلو صاف کنین که آبش خوب بریزه.
در زیر دیگ کمک روغن هم مندازیم که وقتی که برنج بالاش مندازیم نچسبه. خب برنج دوباره بالاش اضافه کردم. ما یک دو ملاقه آب نمک یا آب روغن میگین بالاش مندازم. بعدا سرپوش زیر میمانیم که خوب اما تو برنج تفت کنه و نرم شوه. وقتی که آب خود خوب جذب کرد بالای زی روغنی را که خوب داغ کردین اضافه میکنیم. یک نیم گلاس روغن است که ای را داغ کردم آل بالای برنج اضافه میکنیم. زیره هم پاش میتیم. ای هم ایل چای است که یک کمک بخاطر خوشبویش. برنجا به مدت نیم ساعت دم میدیم. خب نیم ساعت گذشت و آل دیگه خود باز میکنیم. برنج ما خوب دم گرفته، وقتش است که به ظرف بکشیم و نوش جان کنیم. عزیزایی که از گوشت پریز هستن یا کسایی که ویجیتریان هستن گوشت نمی خورن، باید همیشه از لوبیا استفاده کنن، چون همو ویتامینی که در گوشت هست در لوبیا هم هست، پروتئینش زیاد هست. شما میتونین که به عوض گوشت از لوبیا استفاده کنین و یک غذای سالم و مفید هم هست. ضرور نیست که آدم همیشه گوشت بخوره، میتونیم که همو پروتئین و همو ویتامینایی که آدم میتونه که از گوشت بگیره از دیگه سبزیجات و حبوبات هم میتونه بگیره و هم سالم تر میباشه. دیگه عزیزای دل، ای بود ویدیو امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. دیگه این ویدیو را لایک کنین و سابسکرایب کنین و با عزیزانتان هم شیر کنین. دیگه اگر کدام سوال یا نظریه دارین حتما در کامنت بنویسین. دیگه تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند پاک می سپارم. الله یار و مددگاری همیتان.